حالتون خوبه، خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. آرزو میکنم که هیچ ملالی نداشته باشید. من ستار دلدار هستم از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی، از طریق شبکه تلویزیون آپادانا ندا در خدمت شما نازنین ها، خواهرها و برادران عزیزم هستم. آپادانا ندا راه خودش ادامه میده در یک راه انقلابی، در یک راه مردمی، در یک راه اصولی و یک راه انسانی. و در این مبارزه بی امان متاسفانه سنگ ها و ناهمواری های بسیاری رو من جلوی پای خودمون خواهم دید و این رو مسلم بدونید که میبینم و از قبلم پیشبینیشی کرده بودم، ولی که هیچ چیزی نمیتونه جلوی منو بگیره، هیچ قدرتی نمیتونه جلوی منو بگیره. چون که وقتی شما عرض کردم از خونه و زندگی، مال و منال و حتی در نهایت جونتون گذاشتید، دیگه اینا چیزی نیست که بتونن جلوتونه بگیرن. بنابراین من از هیچ چی ابایی ندارم. یه روزی شاید فکر میکردم که من ابا ندارم، اومدم صحبت کردم، بعد دیدم مثلا اومدم یه کار انسانی بکنم، بعد دیدم یه سری چاقوکش و چاقوخور و نمیدونم از نوع ملیش و غیر ملیش و شاعرش و غیر شاعر ملیش و چاقوکششو اینا اومدم برای من حرف در بیارم و بعد یه کار انسانی میتونستم بکنم، نکردم، نه بدن که از اونو بترسم، دیدم امکاناتش ندارم. اونم زلزله بم بود، بنابراین گفتم پول جمع نمی کنم، پول نفرستید برای من. شما که تعهد داده بودید 70-80 هزار دلار پول بفرستید، گفتم نفرستید، من نمیتونم چون کسی رو ندارم در ایران که این کار من مورد اطمینان ما بشه و این کار رو انجام بدم. و بعد حرفاشون مجبورم کرد یه مقدار جواب بدم و بعد کنار کشیدم از این کارهایی که یه زمانی من 184 تا بیمار رو توی مملکت نجات دادم با کمک شما، ولی اون موقع چاوکش ملی در دورورمون نبود، چاوخور شاعر چاوخور ملی دورورمون نبود، یه محیط سالمی بود. صدا وقتی که همه جا رفت، رفت لس آنجلس، رفت همه جا، به هر حال اوباش اراذل تو آمریکا هم زیاده، اینا هم شروع کردن باجگیری کردن. ولی این دفعه این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. شنیدم در تلویزیون آقای شهرام همایون یکی اومده گفته ستار دلدار تلویزیونش اسمش ندا گوشتی میخواد پول جمع بکنه. بس این حماقت این نوع صحبت کردن ها. و تعجب میگیره از شهرام همایون که چطور گفته من نمیدونم، فکر نکنم. نه تو هم میدونی شهرام همایون و امثال تو هم منو میشناسید که من هر کاری میکنم اگر میخواستم پول جمع بکنم خب مثل شماها پرچم میفروختم، خاک وطنمو میفروختم، میگفتم پرچم آویزون کنید، انقلاب را مینداختم، انقلابای تلویزیون باسمی را مینداختم. نه ذات من این نوع نیست. من این عکس اینجا هست، اسم تلویزیون من عوض شده، نه بخاطر که بخوام پول از کسی بگیرم، پول جمع بکنم، پولم احتیاج دارم، پولم اونایی که لازم باشه به من میدن و همیشه هم دادن، که من تنهایی نمیتونم تلویزیون اداره کنم، هر چی داشتم گفتم دادم برای این تلویزیون. ولی که به نوع شنیعی که بعضی از به اصطلاح بدخواهان دارن مطرح میکنن و معلوم نیست بدخواهان از کجا هستن که بسیارش میتونه طرف جمهوری اسلامی باشه برای لکه‌دار کردن به اصطلاح اون موقعیتی که من بین شماها دارم تلاش میکنن، یا اینکه خودیای حسود باشن، یا اینکه به اصطلاح همون قشت چاقوکش ملی شاعر گذشته باشه، شاعره گذشته باشه که دو مرتبه وسط میدون اومدن و بخوان علیه من به هر شکلی و به هر صورتی به اصطلاح سمپاشی کنن و در واقع منو بدنام بکنن، از این داستانا گذشته، من وضع من و موقعیت من از این قصه ها گذشته. یه روزی سختم بود اسم اینا رو بگم، یه آدم الان اینقدر بشاده شدن که در نطفه خفشون کنم، چون راه ما چیزی نیست که بتونن این تلویزیون یا اون تلویزیون بخواد منو متوقف بکنه. پرونده من اینقدر پاک هست که این راه رو به تکیه بر اون پاکی دارم شروع میکنم، ادامه میدم کار سرنگونی و سرفکندگی این رژیم رو، این قانون اساسی رو. بنابراین من از چیزی نمیترسم، مطلقا نمیترسم، از ترورهای تلویزیونی نمیترسم. تا میتونید برید رو خطای تلویزیونی در مورد من صحبت کنید، من بهتون پیشنهاد میکنم. و از این جفنگیات که اسم تلویزیون رو گذاشتن آپادانا ندا چون میخوان پول جمع بکنن، نه عزیز من، اگرم شنیدی وسعت ذهنیت خیلی کوچیک بوده. من صحبت از 50-60 میلیارد دلار پول کردم
اون پولی که من میگم چیزی که تماشاچی بتونه بده. گفتم که 450 میلیونر میلیاردر ایرانی میخواد که بیا وسط پا بذارن نفر 250 500 600 700 هزار دلار پول بدن، یا چند دولت بزرگ کوچیک چندین دولت بتونن پول بذارن که بتونن 50-60 میلیارد که اگه بخواد بشماریش 1.5 میلیاردش میگن توی کامیون جا نگرفته. این لاتالات چی میگی که من اومدم این حرف زدم برای اینکه پول جمع بکنم؟ من دارم صحبت از محاسبه نرخ بهای انداختن این سیستم با شما صحبت میکنم و این چیزی نیست که من بتونم این پول جمع بکنم. اینه باید 4 میلیون ایرانی خارج از کشور هم زبان هم غیرت هم صفت این دونپایگی این جلو بینی دیدن رو فراموش بکنن. حتی همه که اینجوری نیستن، یه عده اینجوری هستن و مسئله بزرگ نگاه کنن. اگر بزرگ نگاه کردن میشه مملکت رو از این حالت درش آورد و الا این حالت در خواهد اومد ولی سالیان سال طول میکشه. بنابراین این ندا آپادم ندا یادآور آغاز انقلاب مملکت ماست و تا روزی که این انقلاب به نتیجه برسه این اسم و این رسم و این صفت هست و هیچ چیزی هم نمیتونید عوضش کنید و برای پول جمع کردن کسی هم نیومده این کارو بکنه. از این داستانا گذشته که ما بیایم از اسم یک شهید بخوام برای منافع شخصیمون پول جمع. یه روزی هم پول جمع کنیم برای ملت میکنیم، برای ادامه راه ندا میکنیم. ما بعضی زندگیمون مشخصه، ما معلومه چقدر پول داریم، چقدر داریم، چی داریم، چی نداریم، حساب کتابمون مشخصه. بنابراین اگه یه روزی پولی هم اومد تو این تلویزیون، این پول فقط در راه ندا به اصطلاح خواسته ها و آرزوهای ندا و نداها خرج خواهد شد. ممکنه یه روزی میلیون ها دلار تو این تلویزیون پول بیاد، میلیاردها شاید یه روزی اومد، خدا چه میدونید. ولی که اگه این پول بیاد، پول من نیست، پول مال من نیست، من ثروتم مشخصه، من مشخصه چی دارم، من یه دونه ماشین دارم و یه زندگی معمولی دارم. اگر شدم من دید مثل میلیاردرها زندگی کردم، نه مثل میلیونرها. اگر دید مثل میلیاردرها